سلام و درود فراوان به تمام همیهنان عزیزم. این روزا از هر نقطه، از هر مملکتی به ماها اطلاعات مختلف ناجوری میدن و سیاست بازی میکنن و این باید ملت هوشیار باشه که چوب این سیاست بازی ها رو به هیچ وجه نخوره، بلوفای جمهوری اسلامی رو نخوره، چون اینا دیگه هیچ کاری ندارن بکنن جز بلوف زدن و قادر نیستن در مقابل این جمعیت 85 میلیون واستن. فریاد کن فریاد کن زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون میستادی رهبر این انقلابی. فریاد کن فریاد کن زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون میستادی رهبر این انقلابی. محال کارشون به بن‌بست رسیده و الان با بلوف بازی ها هر کدومشون آی ما فلان میکنیم، رئیس سپاه بگه ما فلان میکنیم فلان میکنیم، اون یکی تهدید میکنه در یهودیان از کلم لندن، ای بولشت هایی که پشت سر هم اینا دارن میان و دنیا مقابلشون واسده، خوب هم واسده و حتی آب هم اینا میخورن زیر نظر ایناست. از این طرف هم ملت در خیابونا، در منطقه های مختلف، در شهرهای مختلف، در کف خیابونا هستن و اعتصاب کننده ها روز به روز اضافه تر خواهد شد. اینا رو خودتون همه رو میدونین و دلاری که برسه به 53,000 تومان، واوا این چه تورمیه دیگه، یعنی برشکستگی به تمام معنا. اینا دزبازی های سر گردنه خودشون دارن میکنن و میخوان جیب ملت رو خالی کنن و یه عناوین یه سری ماشین دادن بیرون. بابا هر کی میخواد ماشین بیاد ببینه 500 تومن باید سپرده بذاره تا بیاد ماشین ببینه. چطوری میخواد مردم رو بقاپن؟ دلار 50,000 تومانی باعث شده شب عید بشینیم بیکار در مغازه. پارسال که شلوارا 200-250 بود مردم توان خرید نداشتن، الان که همونا دوبله شده که اصلا نمیان سمت ما. از ما که گذشت خدا به داد بچه‌هامون، آینده بچه‌هامون برسه. دلار دیگه اصلا 50 و 60، حالا ما شنیدیم به 70 هم میرسه دیگه، افتضاح. الان با این وضعیت اصلا کاسبی که شب و روز هیچی، مردم واقعا توان خرید ندارن. خود من یه جوونم، من که دیگه به آرزوام نمیتونم برسم. من میخوام تا 60 سالگی کار کنم، میخوام یه مثال ماشین خوب بخرم و ما دیگه دستام داره میلرزه. آقا شما برید قطر، به دبی گفته رکی اینقدر پیشرفت کرده، اینقدر ساختن، حتی منهتن نیویورک نداره، لاس وگاس نداره، اینقدر شهر ساختن، ولی خب فقط به خاطر یه فوتبال بود. فوتبال تموم شد الان مونده خالی. میخوام بهتون بگم همه با پول گاز ایران به همه جا رسیدن و چون دیدن سران ملت ما دزده، اونا تا تونستن قاپیدن. دم همهشون گرم. کاری به سیاستاشو ندارم. از یه طرفی هم خوشحالم که ملت فهمیده ولیت ما طرز فکرش چیه، شخصیتش چیه و چه کارهای مثبتی میخواد برای مملکتش بکنه. یه سری مردم داد میزنن، فریاد میزنن، ولیت تو کوروش دومی برای ملت ایران و ایران. ببین محبوبیتش از کجا به کجا ها رفته و سخنرانی پراکنده که داره در اروپا انجام میده، در هر نقطه انگلیس رو عرض کنم، فرانسه و از آلمان و این ور اون ور داره به دنیا ثابت میکنه هدف چیه و ملت ایران چی میخوان و همه دارن پشتیبانی میکنن ازش و برنامه های دیگر هم باید
در آینده نشون بده که بتونن سپورت مستقیمی به خود ولیعهد داشته باشن. که شما در ایران بدانید که مردم آزادی خواه ایران که نگاهشون به جهان آزاد هست، به جهان دموکراتیک هست، بهترین همپیمانای شما هستن، ولی شما همچنان اصرار دارید با کسانی مذاکره کنید که اولین عامل حصر هممیهنانمون بودن و هستن. و در اصل میخوام در این حد بگم که ادامه اصرار به مذاکرات به رژیم در اصل اون دخالت در امور داخلی کشور ما، و شما با ادامه این سیاست که اصرار بکنید با همچنان با این نظام بخواییم مذاکره کنیم، با کسانی که مجرم هستن در عمل شریک جرم خواهید بود و مردم ایران این رو فراموش نخواهند کرد. تصمیم خودتون رو بگیرید، کجای تاریخ قرار گرفتید؟ تا اینجا که میبینیم روزگار لحاظ انقلابی خوب داره پیش میره و دنیا متوجه است، ملت هم چه داخل چه برون مرزی در هر نقطه مشغول تظاهرات خودشون هستن و به نوعی دارن فعالیت های شدیدی میکنن. دم همه تون گرد. دیگه بدونین این تو بمیری اون تو بمیری نیست. حزب اللهی ها دیگه این تو بمیری اون تو بمیری نیست، کارتون تمومه، نفسهای آخرتونه. مگر الان برگردیم به مملکت، به مردم، بیاین در خدمت مردم باشین، خدمتگزار مردم باشین، ملت هم شماها رو میبخشه. تا دیر نشده دریابی خودتونو. اینا در حال فرارن و شما جوان ها رو دارن با یه عناوین مختلفی گول میزنن. از این طرف بخواد اینترنت ها قصه، هیچ کس اطلاع نشته باشه، فلان نشته باشه، ارتباط نباشه، برعکس مردم راه خودشون رو بلدن. خود دولته که بانگش خوابیده، وزارت خونه هاش خوابیده، همه اینا روی اینترنته، همه چیشون خوابیده. و اینا در ندونستمداری مملکت داری و واقعا چه آدم های بیسوادی بودن اومدن مملکت ما رو غارت کردن و به این روز کشوندن. The history of Iran must disappear. With I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I am thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations. The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out in any case, sooner or later. And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you? 50 years, I hope it will be sooner than that. Well, whenever I was saying, how will your people, after a period, judge you? Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left. Do you feel that your people let you down, or that you let your people down? First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood.
This is my only explanation for what it is worth. Did your people let you down? Well, the majority remained silent. What do you miss most about it? No, what I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion, democracy, human rights, the rule of the people. تو رفتی و یه ایران زیر و رو شد، دنیا با حقیقت رو برو شد، تقویم لبریز از سیاهی، فصل روشن از جرأت شروع شد. لا 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 لایی به خواب گیسو بلنده آریایی، به زودی میرسی به روشنایی. در هر صورت روزگاریست خواهر و برادر، دریابی مملکتتون که جاییست برای زندگی و برای آزادی. زنده با زن، زندگی آزادی. مرگ بر جمهوری اسلامی لعنتی که واقعا دین مسلم رو به فنا داد. جاوید باد پرچم شیر و خورشید ایران، و جاوید باد ملت غیور ایران.